پولس و سیلاس در فیلیپی. سولوس هنگامی که در سراسر امپراتوری روم مسافرت می کرد تصمیم گرفت از نام رومی خودش که پولس بود استفاده کنه. یک روز پولس و دوستش سیلاس به شهر فیلیپی رفتن تا خبر خوش عیسی رو اعلام کنن. اونها به کنار رودخانه‌ای که خارج از شهر بود رفتن. مردم در اونجا گرد هم می اومدن تا دعا کنن. در اونجا اونها زنی به نام لیدیه رو ملاقات کردن که یک تاجر بود. اون خدا رو دوست داشت و او رو می پرستید. خدا لیدیا رو قادر ساخت تا به عیسی ایمان بیاره. پولس و سیلاس اون رو با خونواده‌اش تعمید دادن. سپس او پولس و سیلاس رو دعوت کرد تا در خونش بمونن و اونها هم پیش اون موندن. پولس و سیلاس اغلب در جایی که یهودیان دعا می کردن به ملاقات مردم می رفتن. در اونجا کنیزی بود که روح ناپاک داشت و هر روز به دنبال اونها می اومد. اون به کمک این روح پلید آینده رو برای مردم پیشگویی میکرد و به این طریق به عنوان یک غیبگو سود کلانی نصیب اربابانش میکرد. اون کنیز هنگامی که اونها راه میرفتن با فریاد میگفت: این آقایان خدمتگزاران خدای متعال هستند، آنها راه نجات را به شما نشان میدهند. اون روزهای زیادی چنین کرد تا اینکه صبر پولس به سر اومد. بالاخره یه روز هنگامی که اون کنیز فریاد میزد، پولس به اون روی کرد و به روح ناپاکی که در اون بود گفت: به نام عیسی از وجود این دختر بیرون بیا. روح ناپاک در دم او رو رها کرد. وقتی اربابان کنیز دیدن چه اتفاقی افتاده خیلی خشمگین شدن. این به اون معنا بود که مردم دیگه به اربابان اون دختر پول نمیدادن، چون فهمیدن که بدون اون روح پلید کنیز دیگه نمیتونست غیبگویی کنه. بنابراین اربابان اون کنیز پولس و سیلاس رو به نزد مقامات رومی بردن. اونها پولس و سیلاس رو کتک زدن و به زندان انداختن. اونا پولس و سیلاس رو به بخشی از زندان که بیشترین نگهبان رو داشت انداختن. اونا همچنین پاهای اونا رو با تکه های بزرگ چوب بستن. با این وجود اونها در نیمه های شب سرودهایی در ستایش و پرستش خدا میخوندن. ناگهان زمین لرزه شدیدی رخ داد. تمام درهای زندان باز شد و زنجیرهای همه زندانیان فرو ریخت. پس زندانبان بیدار شده دید که درهای زندان باز شدن. اون فکر کرد که تمام زندانیان فرار کردن و از ترس مجازات مرگ به وسیله مقامات رومی تصمیم گرفت خودش رو بکشه. اما پولس اون رو دید و فریاد زد: به خود صدمه نزن، همه ما اینجا هستیم. زندانبان ترسان و لرزان به نزد پولس و سیلاس اومد و پرسید: چه کنم تا نجات یابم؟ پولس جواب داد: به عیسی خداوند ایمان آور، سپس تو و خانوادت نجات خواهید یافت. اون وقت زندانبان پولس و سیلاس رو به خانه خودش برد و زخمهای اونها رو شست. پولس خبر خوش عیسی رو برای همه کسایی که در خانه اون بودن موعظه کرد. اون زندانبان و تمام اعضای خانوادش به عیسی ایمان آوردن و پولس و سیلاس اونها رو تعمید دادن. اون وقت زندانبان به پولس و سیلاس قضا داد و اونها با هم شادی کردند. روز بعد رهبران شهر پولس و سیلاس رو از زندان آزاد کردند و از اونها خواستند تا فیلیپی رو ترک کنند. پولس و سیلاس به دیدار لیدیه و تنی چند از دوستاشون رفتند و بعد از اون شهر رو ترک کردند. خبر خوش درباره عیسی همچنان گسترش پیدا می کرد و کلیسا رشد می‌کرد. پولس و دیگر رهبران مسیحی به شهرهای زیادی سفر می‌کردند. اونها به تعلیم و موعظه درباره خبر خوش عیسی می‌پرداختند. اونها همچنین نامه‌های زیادی نوشتند تا ایمانداران رو در کلیساها تعلیم بدن و تشویق کنند. برخی از این نامه‌ها تا
تبدیل به کتابهایی از کتاب مقدس شدند.